بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، هر جایی که هستین امید که سر سلامت باشین، زنده باشین و وقت قرنطینه با خوبی سپری کنین. دوستان عزیز، یک چیز متوجه باشین، ای که ما وقتی که میگیم قرنطین به این معنی نیست که ما در خانه زندانی هستیم. ما در خانه هیچ وقت زندانی بوده نمیتونیم، به خاطر که اگر ما به خاطر یک اسکیجول و یک تقسیم اوقات مناسب. دوستان عزیز، دو نکته بسیار اساس میخوایم به شما بگوییم. یکی، اگر جامعه اروپا را ما ببینیم، اینها بسیار مجهز هستند از هر چیز و توانمندی هر آن چیزی که اتفاق پیدا شود دارند. ما شاهد هستیم که در اروپا بسیار مردم از بین رفته و این ویروس و کرونا در حالتی است که گسترده شده میره، زیاد شده میره در منطقه. پس اگر خدا نکرده، خدا نکرده، خدا نکرده در افغانستان و فعلا تقریبا بیشتر از 800 نفر در افغانستان در این مرض مصاب شده و بیشتر از 100 نفر شهید شده، پس اگر این زیادتر شوه، آیا شفاخانه ما این توانمندی ها را دارن؟ آیا دکترای ما این توانمندی ها را دارن؟ آیا دولت ما این توانمندی را دارن؟ پس یگانه توانمندی را ما و شما داریم. در خانه میمانیم و در خانه به خود پلانگذاری میکنیم که چی باید کنیم امرای خود و امرای اطفال خود. امیست که میتونیم که ای وایرس کرونا را شکست بدیم. در غیر از او هیچ کسی در پهلوی ما و شما استادگی نمیکنه، نه دولت و نه مردم و نه دکتر و هیچ کسی چیز کردن نمیتونه در حقیقت. چون اگر در بود دولت فکر کنیم، دولت مریضا رفته در شفاخانه و بعد از 12 روز تست از او آمده و گفته شده مثبت و بعد از او وقتی که کل فامیل خود چک کرده که کل فامیل به ازی بیچارا ویروس کرونا در ویروس کرونا مصاب شده. پس یک جای شرم است. پس ما چطور بتانیم خواهی که به دولت و به دکترهای خود ما دل ببندیم؟ فقط یگانه راست دوستای عزیز که ما و شما در خانه باشیم و در خانه پروگرام های خود در مجموع یک پلانگذاری بسیار اساسی کنیم امرای اعضای فامیل خود، میتونیم که این وایرس را شکست بدیم. در غیر از او بازم که خود میخوایم تکرار کنم که مشکل است. همیشه کوشش کنیم که دوستایتان را بشوین، خود پاک نگاه کنین، جایی که بیرون میرین از مردم، از تجمع، از این چیزها خودداری کنین. دوستای عزیز، فقط به این نیست که ما فقط به کسی روبوسی نکنیم، دست نتیم، بغل کشی نکنیم. دوستای عزیز، وقتی که کسی بلغم تف میکنه در بیرون، اگر امو شخص به مرض ویروس کرونا گرفتار بوده، او هم به شما میرسه. فقط یگانه راهش تنفس است. تنفس اگر کردیم در هوای آلوده، پس ما هم دچار امو ویروس کرونا شدیم. تشکر میکنم دوستان عزیز، موفق کامگار باشید. امید که وقت قرنطین خوب خوبی سپری شود. ایره میفهمیم و سخت است و مخصوصا مردم فقیر افغانستان واقعا که در این وقت دشوار است و مشکلات زیاد است. کلپ هایی را میبینیم، صداهایی را میشنویم که بسیار دلخراش است. مثل که یک پدر ما دیدیم و اونها در راه روان بودن، یکی از ژورنالیست ها پرسان کردن که کجا میری و گفت که اولادم در خانه گشنه مانده، میرم یک چند روپا پیدا کنم و کار هم وجود نداره. جای درد است. اگر دوستا صدای مرا میشنوین، کسایی که در اروپا و امریکا و استرالیا جاهای دیگه زندگی میکنن، اگر واسه توان کمک دارین، پس لطف کنین، دست به دست بتیم و به این دوستا کمک کنین. تشکر میکنم. وقت خوش. خداحافظ ناصرتان.